بفرمایید. ملا سوالتو پرسید. من سوال دارم از شما بابا جون که میخوام بدونم در اون زمانی که اینقدر محدودیت در ایران بود، البته خب نه به اندازه الان، ولی خب به هر حال برای سن ما که بزرگ شده بودیم و خارج دیده بودیم، به نظر ما خیلی محدودیت میومد و خیلی گستاخی میکردیم به خاطر اینکه میخواستیم چیزایی رو که یاد گرفتیم این ور دنیا بیایم اونجا طرح کنیم و واقعا در جامعه ایران گنجایش نداشتیم. و میدونم که شما خیلی ناراحت میشدین و مامان خیلی به اصطلاح نگرانی میکرد و شما رو حتی جلو مینداخت، ولی شما با صبوریتون، با یک روش خیلی خاصی که به ما یاد دادین، که هم یاد دادین آزادی معنی آزادی چیه و همین که یاد دادین ما خودمون با آزادی یاد بگیریم راهمون رو پیدا کنیم. و این همیشه بر من سوال بوده که واقعا چطوری شما خودتون این راه رو اصلا پیدا کردین که در اون موقعیت امکاناتی که تو ایران بود یه معمایی شده بود همیشه بر من. ما بزرگترها هر چی داریم از کودکی داریم. در کودکی شما هر رقمی که با بچه رفتار کنید، این در ذهنش مثل با قول معروف حکاکی روی سنگ میمونه تو قلبت. من یادم کلاس یازدهم بودیم، تابستون بود، گفتیم بریم نتیجه امتحانات رو بگیریم. چند نفر بودیم رفتیم نتیجه امتحانات گرفتیم و قبول دیدیم، قبولیم، گفتیم حالا که ما قبول هستیم و کلاس 11 هستیم بریم به افتخار این به قول معروف جشنی بگیریم. عرض در به خدمت شما، بچه ها اومدند و یک چیز گرفتن، اسمش چیه، یک بطری شراب گرفتند و شراب خلار شیراز که معروف بود و رفتیم اون عرضم به خدمت شما قبر خاجو بالای چیز قرآن، دروازه قرآن اونجا کنار جوبی آب و نشستیم و بچه ها با به قول معروف می زدن و هر کسی هم یک لطیفه می گفت و صحبتی می کرد اینا. و نتیجتا ما موقع برگشتیم به خونه تقریبا ساعت 10 بود و من رسیدم به خونه. معمولا من ساعت 8 حد اکثر خونه بودم. دو ساعت اون شب دیرتر رفتم و خب ما مشروب خورده بودیم، دهنمون بوی مشروب میداد. رفتیم منزل. مادر من با اینکه نمازخون بود و مثلا طهارت و نجاست و اینا رو خیلی رعایت میکرد اینا، من اولا دیر رفتم، بعد حالی که رفتم دهنه بوگنده شمدنم مشروب با هر کسی بود، هر مادری بود داد و قال و فریاد و چیز میکرد. ابدا هیچ صحبت به من نکرد، نگفت چرا دیر اومدی، نگفت چی شد، این نجسی میگفتن نجسی خوردی، هیچ چیز رو صحبت ها نم. ما رفتیم خلاصه، رفتیم خوابیدیم مثل بچه بدم. فرداش تو که ما هوشیار شدیم گفتیم عجب، یه عمه داشتیم ما در همون خونه زندگی میکرد، اون خیلی سخت میگیر به بچه ها، چه میدونم به طوری بودیش که اذیت میکرد بچه ها رو. بچه ها که از در میادن تو اول میرن با یه رقمی بو میکرد بچه ها، میرن بوی سیگار میدن، بوی چی میدن، بوی جلا میکنه، خیلی ویردرار بود به قول من. آره دقیقا میدونم چی میگه. خلاص در هر حال این، ولی مادر ما هیچی نکن. من فرداش که یه خود ما دیم سر حال اینها و تو چیز اینها نشسته بودم تو حیات، این پسر عمه من کرامت اسمش بود، عرضم به خدمت شما کرامت باید نشستیم صحبت کردن و بعد من حواسم رفت چقدر تفاوت هست بین عمم و مادرم. ما عمم بچه سالمه، چه منم چیز میاده دهنش بکنه بلا میکنه، ولی مادر من با اینکه بوده اصلا به من هیچ گونه صحبتی نکرد. و این موضوع اولا مسبب این شد که من دیگه مشروب نخورم، خجالت بکشیدم تا با
به قول برون بعد از سالها بعد از که اومدم از شیراز بیرون اومدم تهران وقت بود ولی آزاد شدم در این باره این که این در روح من بود به این رقم که کاملا آزاد بودم نه اینکه آزاده شروری باش فرمایه شدم چیز باشه من از اندازه جرفگیری که پدر مادرها میزدن نسبت بچهشون چیز میکرد مثلا در زمان ما پسر موقع که یا اولاد اصولا موقع که میمد پدر نشسته و میستاد تا پدر اجازه بده بشینن موقعی هم که مینشستیم باید چهار دو زانو بشینیم دست همونم بزنیم رو زانوهامون سرمونم بزنیم پایین اگر بزرگتر سوالی از اون کرد مطابق سوال اون باید جواب بدیم دیگه حرف زیادی نباید بزنیم آدم بی تربیت بودیم اصلا اگر چی میکرد یه همچی بزنیم ولی هیچ وقت پدر من این کار انجام نمیداد خیلی چیز میشود میگو چه نمیشینی؟ اینی که از اون کودکی من توی اون خانواده بزرگ شدم این چیز با من بزرگ شد حالا ما بچه ها ما بزرگترها به قول معروف ارزم به خدمت هر چی داریم هر اخلاقی داریم هر چی داریم ریشه در اونجاست و بد اخلاقی اونم باز مربوط به اونجاست همه میگن همین روانشناسا اخیراً میگن دوران کودکی همش میگن دوران کودکی و واقعا این دوران کودکی خیلی خیلی موثر در رشد بچه چیز بچه اینه که علتی که من یه خود چیز بودم به اون علت بود که دیدم نتیجه ما تربیت واقعی اون بود که مادر من کرد بله هیچی به من نگفت صحبتی نکرد داد و قلم نکرد ولی منو متوجه کرد به این چیزی که انجامی که داده بودم اینی که در بزرگم شده بودم ما خب همچون اون وقت بله بود کودک هرچی اجازه رشد بهش بدید بهتر رشد میکنه هیچ دوری هم نمیشه بچه تا نخوره زمین راه رفتن یاد نمیگیره پدر و مادر اگه بخواد بچهش نخوره زمین رو چیز بکنه خب علیل میمونه باید بخوره زمین بلنشه بخوره زمین بلنشه تا یاد بگیره بزرگتر یه خود آدم سنش هم بزرگتر شد به همین رقم هست همیشه با هم خود و از ادامه پیدا میکنه یعنی که ما هرچی داریم از کودکیه و کودکی واقعا خیلی مؤثر در تربیت و آینده افراد بابا تربیت فرهنگ ایرانی در مقایسه با اعراب یا ترک ها یا حتی کشورهای شمال مثل کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی مثل ازبکستان و خیلی اخلاق خانوادگی آرام تری دارن تا کشورهای دیگه بله یعنی من قابل مقایسه با کشورهای عربی نیست با بد اخلاقی زندگی میکنن ما تو خانواده همون تازه چه مذهبیش چه غیر مذهبیش همش قربونت برم بود میبینی مثلا یه حالته چیز بود یاد عشق بود همش بله یعنی این من ندیدم در کشورهای مثلا ترکیه و اینا اینجوری عرض به خدمت شما این یه مقدارش مربوط میشه به ادبیات کشور بله موقعی که شما با حافظ و سعدی و خیام و اینا سرکار دارید خواهی نخواهی روحیت رو تغییر میکنه لیبرال میشید چیز میکنید اینی که مثلا در شیراز ما ممکن بود در یه خانه قرآن پیدا نشه ولی حافظ حتما بود سعدی حتما بود دقیقا تازه بعضی وقتا بیشتر هم بود بله مثلا دو تا سعدی بود چهار تا حافظ بود بله حافظ بله. یه انقدی داشت یه انقدی داشت یه انقدی یه انقدی هم داشت حافظ مثلا
فلان چیز نوشته این حافظه قمشه این حافظه قمشه این حافظه